کتاب معروفی دارد به نام فرق و شیعه یعنی فرقها و شاخه های مکتب تشیع بله. یا اون شاخه که از درون شیعه بالاخره منشعب شده است و جدا شده است درست. در این کتاب مرحوم نوبختی در فرق و شیعه نقل می کند وقتی این مسئله پیش آمد که بالاخره شک و تردیدهایی هایی در بین بعضی از پیروان امامان معصوم پیدا شد که آیا می شود امامی در سن خورسالگی سالگی و در سن هشت سالگی بالاخره به سن امامت برسد یا نرسد لذا بعضی ها رفتن سراغ عبدالله ابن موسا عبدالله ابن موسا برادر امام رضا علیه السلام و است بله. کسی است که در اون زمان بالاخره در یک سن قابل قبولی است شخصیت موجهی است و با توجه به اینکه بالاخره امام رضا علیه السلام در اواخر سن صاحب فرزند شده است قطعا عبدالله ابن موسا یک شخصیت موجهی بودن درست بعضی ها به این گمان یا به این تصور که شاید جانشین علی ابن موسا عبدالله ابن موسا برادر او باشد رفتن سراغ عبدالله ابن موسا و این نکته نکته اساسی است خدمت شما و خدمت بینندگان محترم ارز بکنم که شیعیان در اون زمان دو نکته را بالاخره همواره توجه داشتن و دو نکته را مورد دقت قرار می‌دادند. بله. نکته اول این که بالاخره جایگاه امامت را یک منصب الهی میدانستن که از سوی خداوند نصب شده است بله. یک منصبی است که مردم نمیتواند او را تعیین بکنند درست خداوند و امامان معصوم قبل از این امام امام بعد از خود را تعیین بکنند هم مثل نبوت امامت را مثل نبوت, نبو همون گونه که پیامبر را در... باید خداوند تعیین کنه جانشین پیامبر را امام باشه خارج از اختیار مردم و فراتر از انتصاب مردم هست بله بله بله. بله. و از طرف دیگر به این باور بودن و تجربه هم ثابت شده بود که امامان معصوم امامانیست است که علم گسترده ای دارد که در هر حوزه ای چه در مباحث فقهی و فروعات باشد چه در مباحث اعتقادی و اصول دینی. این آنچه مربوط به هدایت و ارشاد مردم چه مربوط به تاریخ باشد هر چه باشد هر پرسشی اگر کسی مطرح بکند اینا توان پاسخگویی داره چنانچه از زمان حضرت امیر علیه السلام تا اصر امام رضا علیه السلام در مناظرات در بحث های علمی این مسئله به اثبات رسیده است یعنی جز ذهنیت مردم این قضیه بوده دیگه که از امام که توقعی را داشت طی دو قرن به دو قرن 200 سال و 200 بله. ده این مسئله به اثبات رسیده بود که خوب. امامان معصوم همواره بالاخره علم گسترده ای داشتن و هر سؤالی و هر پرسشی رو پاسخگو بودند بله. لذا با این معیار شیعیان او زمان امام رو با این معیار محک می کرد. با این معیار سنجش و ارزیابی میکردن وقتی در خانه عبدالله ابن موسا هم رفتن اولین کار با این معیار خواستن او را ارزیابی و سنجش بکند سوالات علمی مطرح کردن دیدن که عبدالله ابن موسا توان پاسخگویی نداره اینها برگشتن بلاخره اون چک و تردیدی هم که داشتن یا تصوری هم که داشتن که ممکن است عبدالله ابن موسا امام بعد از علی ابن موسا باشد برگشتن درست. بعضی ها میگوید بالاخره مرحوم نوبختی نقل میکنه در برد. فرق و شیعه. بعضی ها یک مقدار گرایش به واقفیه پیدا کردن واقفیه کسانی بودند که متوقف به امام کاظم علیه السلام, شده بودن بود. امام کاظم را اون مهدی موعود میدانستن متوقف بر او شدن در واقع امام تا امام کاظم قبول داشتن مثل شیش امامیه ها که امام بله. جعفر قبول دارن و بعد از او مراجعه کردن به اسماعیل فرزند جعفر بله بل اسماعیل فرزند, فرزند امام صادق و رسان. واقفیه کسانی هستند که امامت امام رضا را قبول نداشتند و معتقد بودن آخرین امام آخرین امام امام کاظم امام کاظم و متوقف شدند. فرقشون با اسماعیلیه این است که اسماعیل این جانشینی را در کسای دیگه غیر از امامت دوازده امام شیعه قائل شد ادامه ما داره بل. ولی واقفیه متوقف شدن بل. شاید به خاطر همین واقفیه, واقفیه نامش میگن از همین است بچه نامگذاری و اصطلاح بچه تسمیه او هم آه. از همین جهت است در واقع که با واقفیه برگشتن اینها معتقد به امامت امام رضا بودن ولی چون مثلا این قضیه در امام رضا اتفاق افتاد که وقتی فوت کرد بعد, از... بعد از او یک کسی به امامت رسیده که خورسال و نظر اونا حایزی شرط نبوده اینا از امامت امام رضا پس دست کمی تردید دیگر. پیدا کردن کمی تردید یا پیدا تردید شدن تردید شدن. به واقفیه برگشتن باز هم حتی همین ها رو هم نقل میکنند که اینها هم زیاد دوام نیاوردند با توجه به مباحث علمی و مناظرات علمی که از امام جواد علیه السلام در مجالس علمی ظهور و بروز پیدا کرد همین ها هم برگشتن از واقفیه برگشتن دوباره به اون امامت امام جواد علیه السلام از آن و یقین پیدا کردن این نکته تاریخی را مرحوم حسن ابن موسای نوختی در کتاب فرق و شیعه نقل میکند من این جریان رو بازم در تکمیل این ارائیزم نقل بکنم میگوید این شیعیان وقت دوچار تردید شدن در خانه یونس ابن عبدالرحمن یونس ابن عبدالرحمن یکی از صحابه بزرگوار امام رضا علیه السلام است کسی است که امام کاظم علیه السلام را ملاقات کرده و از صحابه اوست از صحابه امام رضا علیه السلام هست بله. در سال 208 از دنیا رفته است یعنی حدود پنج سال, پنج سال بعد, سال بعد است. از شهادت امام, رضا. بعد از شهادت امام رضا پس در زمان شهادت امام رضا و در زمان آغاز امامت امام محمد تقی او در قید حیات است زنده است بلی. در خانه یونس ابن عبدالرحمن جمع شدن یک شخصیت برجسته است یک صحابی برجسته است یک چهره شناخته شده است بلی. در خانه او جمع شدن بلاخره که شما به عنوان صحابی امام رضا به عنوان یک چهره شناخته شده چه کار بکنید ما امام بعد از علی ابن موسی کیست درست برای او هم میگوید کمی شک و تردید پیش آمده بود با این تعبیر در منابع تاریخی و سیره آمده است که میگوید یونس ابن عبدالرحمن گفت تا این فرزند علی ابن موسا یعنی امام جواد به سن بزرگسالی برسد تکلیف ما چیست ما چه کار بکنیم؟ در واقع یک دوچار سردرگومی دو چهار سردرگومی بودن. بودن. یک ایده البته تا زمانی که این به سن بلوغ برسد به سن رشد برسد ما چه کار بکنیم؟ بله میگوید در همون مجلس شخص دیگری یک صحابی دیگری از صحابه امام رضا علیه السلام بود به نام ریان ابن که اتفاقات در مدینه رخ میداد در مدینه اتفاق بل افتاد اون بل خانه‌ی بله امام بله رضا و دوست بله خود بله بله امام هشتم بله در خراسان در غربت شهد شهادت رسید بله از است. و از جمله امام جواد علیه امام جواد در مدینه اتفاقات در مدینه اینا همه در مدینه اتفاق, بله اتفاق افتاده است بله ریان ابن سلتم از شخصیت های معروف است برجسته است. بله؟ او و دو فرزندی دارد، محمد و علی. همه اینها از راویان و محدثان است. خود او از صحابه و یاران امام کازم و امام رضا است. دو فرزند او از یاران امام جواد و امام هادی علیهما سلام است. بله؟ شخصیت برجسته است. وقتی این سخن را جمعیت و اون حاضران از یونس ابن عبدالرحمن میشنود میگوید ریان ابن سرد اونجا بلند شد با زبان تندی با یک بیان تندی به یونس ابن عبدالرحمن گفت آیا تو در امامت امام جواد امام محمد تقی شک داری؟ و خدا قسم و خدا قسم اگر امام محمد تقی منصوب از سوی خدا باشد چنانچه پدرش امام رضا علیه السلام او را تعیین کرده است و او امام برحق باشد حتی در سن تفلی و شیر خارگی باشد او امام است او پیشوای ماست اما اگر برای ما اثبات شود که او امام نیست او پیشوای ما نیست حتی هزار سال سن هزار سالم داشته باشد او برای ما با مردم عادی تفاوتی ندارد بله این اون حقیقت باورشی است او ماهیت باورشی است